لوبیا و بامیه از اجزای جدا نشدنی سفره افطار ما ایرانی است و چقدر خوبه که بتونیم خونگی درستش کنیم که سالم‌تر هم باشه. من مریم ابراهیمی هستم و امروز قراره با هم یه زولبیای خیلی خوشمزه درست کنیم. بریم که مواد اولیه رو ببینیم. برای درست کردن شربت بار یا شهد زولبیا یک قابلمه نسبتاً کوچیک رو روی یک شعله نسبتاً بزرگ قرار میدیم. یک پیمانه آب داخل قابلمه میریزیم. دو پیمانه شکر هم بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم تا با شعله کم شروع به جوشیدن بکنه و شکر شروع به حل شدن بکنه. دقت کنید که اصلا بهش قاشق نمیزنیم و شهد رو هم نمیزنیم. زمانی که شروع به جوشیدن کرد و تقریبا بیشتر شکر حل شد، به اندازه یک سوم قاشق چایخوری جوهر لیمو بهش اضافه میکنیم و با یک قاشق چوبی خیلی آروم طوری که شهد به دیواره های قابلمه مالیده نشه اون رو هم میزنیم. حالا سه تا دونه هل رو میشکنیم و به شهد اضافه میکنیم. دو قاشق غذاخوری زعفران دم کرده رو هم اضافه میکنیم. دقت کنید که حرارت باید کم باشه و شهدتون جوش ریز بزنه. 1.5 قاشق غذاخوری گلوکوز هم اضافه میکنیم. 3 قاشق غذاخوری گلاب هم اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا 15 دقیقه شهد بجوشه و غلیظ بشه. تا زمانی که شهد داره میجوشه، دو سه بار با قلمویی که به آب لیمو ترش تازه آغشته کردیم دیواره های قابلمه رو پاک میکنیم که اگر شکرکی هست داخل قابلمه نریزه و باعث شکرک تمام شهد نشه. بعد از 15 دقیقه شهد رو میون دو تا انگشتمون تست میکنیم. اگر کش اومد آماده هست و کنارش میذاریم. برای درست کردن خمیر زولبیا یک پیمانه نشاسته گل رو در ظرفی می‌ریزیم. 2/3 پیمانه ماست ترش ترجیحاً چکیده بهش اضافه می‌کنیم و مخلوط می‌کنیم. حالا 1 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، 3 قاشق غذاخوری گلاب، 1 قاشق غذاخوری روغن مایع، 1 قاشق غذاخوری از شربت بار رو اضافه می‌کنیم و حسابی مخلوط می‌کنیم. خمیر زولبیامون باید کاملا یک دست بشه. حالا بهش 1 قاشق غذاخوری آرد شیرینی پزی اضافه میکنیم. یک 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/2 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و حسابی مواد رو مخلوط میکنیم. مایه زولبیامون باید کاملا یک دست بشه. اگر یک دست نشده بود و حس کردین که دونه های نشاسته دیده میشه و حس میشه، حتما از صافی ردش کنید. غلظت مایه زولبیا باید دقیقا مثل فیلم باشه. اما اگر به دلیل غلظت های مختلف ماست شما به نتیجه متفاوت رسیدین، میتونین با اضافه کردن مقدار کمی گلاب و ماست یا آرد شیرینی پزی مایه زولبیا رو رقیق تر یا غلیظ تر کنید. حالا روی زولبیا رو میپوشونیم و 1 ساعت استراحت میدیم تا نشاسته به اصطلاح ترش بشه و مایه زولبیا حباب بزنه. بعد از 1 ساعت همونطور که میبینین مایه زولبیامون کاملا حباب زده و نشاسته ترش شده. حالا
حالا مایه زولبیا رو داخل یه جاسوسی یا قیف می‌ریزیم. کف یه تاور رو حداقل 1 سانتی متر روغن می‌ریزیم و اجازه میدیم تا روی حرارت کاملا داغ بشه. حالا شروع می‌کنیم به فرم دادن زولبیا داخل روغن داغ. زمانی که دو طرف زولبیا طلایی شد، اون رو داخل شهد داغ میندازیم و بعد داخل یه آبکش میذاریم تا شهد اضافه خارج بشه. زولبیاهای ترد و خوشمزه ما حاضر شد. امیدوارم که برای ماه رمضان از این رسیپی استفاده کنین و لذت ببرین.